هشدار نورستانی به عبدالله و تیمش. نور رحمان اخلاقی کسی که در این روزها صدای تیم ثبات و همگرایی شده، سخنان تند و بی‌پرده‌ای به آدرس کمیسیون انتخابات و مخصوصاً خانم هوا علم نورستانی گفته است که او از وعده خانم نورستانی یاد کرد و گفته بود که اگر کسی در تقلب دست داشته باشد به دادگاه معرفی می‌کنم. نور رحمان اخلاقی پرسید کدام نفر را شما به دادگاه معرفی کردید، در حالی که چندین سند برای تقلب وجود دارد و شما باز شمار رای ها را زیر نظر همان متقلبان دوباره از سر گرفتید. در ادامه وقتی تیم ثبات و همگرایی دید که از جانب کمیسیون گوش شنوایی برای گفته هایشون وجود ندارد، بر رسم اعتراض مجلس را ترک کردند. البته این تنها کاری است که از دستشان ساخته بود، ولی باید به یاد داشته باشند که با ترک کردن مجلس کسی حقشان را نخواهد داد. اگرچه تیم ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله گفته است تا زمانی که آرای پاک از ناپاک جدا نشود، با حرکت های مدنی در سراسر کشور ادامه خواهند داد. از جانب دیگر آمریکایی‌ها هم در این روزها تلاش می‌کنند که این جنجال‌ها تا چند هفته دیگر هم ادامه پیدا کند و بتوانند از گفتگوهای صلح با طالبان به یک نتیجه مورد قبول خودشان دست پیدا کنند. سکوت دکتر عبدالله و غنی نشان می‌دهد که تصمیم آخر را آمریکایی‌ها خواهند گرفت. البته در این میان کمیسیون انتخابات به رهبری خانم هوا علم نورستانی در یک سردرگمی با سر می‌برد. تا جایی که یک روز میگویند همین که بازشماری به پایان برسه نتیجه را اعلام میکنند، اما عملکردهای خانم نورستانی نشانگر آن است که غنی قرار است برنده انتخابات باشد، چون به داماد خود هدایت داد که به تیم دولت ساز بپیوندد و از غنی حمایت کند. این میتواند دلیل روشنی بر این باشد که غنی برنده این دوره انتخابات است. ولی بعد از این نشست، هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هشدار میدهد که اگر ممانعت دسته‌های انتخاباتی برای آغاز بازشماری را ادامه پیدا کنند، نتایج نخستین انتخابات را هم اعلام خواهند کرد. این گفتن نوعی تهدید به تیم دکتر عبدالله محسوب میشه، چون از روند کار کمیسیون و واکنش‌های تیم عبدالله معلوم است که برنده انتخابات دکتر غنی خواهد بود. با گفته ی اسمر عبدالله را می شود با یک تلفن سر میز مذاکره با غنی حاضر کرد، ولی برای جمعیت و مردانی مانند اخلاقی سخت خواهد بود که بتوانند در معادلات بعدی جای خود را پیدا کنند، چون اگر پای مذاکره و معامله به میان بیاید، در آن صورت این تنها عبدالله است که حرف می زند.